Okay, welcome everybody, and a happy May Day to all of you. For a change, I'm going to speak in Farsi, and I hope for those comrades that don't speak Farsi, some of our comrades would please translate for them. And have a خوش اومدین. اول مهمی رو به همه تبریک میگم. من وقتتون رو میگیرم برای اینکه یک مروری داشته باشیم به وضعیت امروزی که در دنیا و در ایران هست و از زاویه اهمیت و پیامی که در واقع فراخوانی که روز اول می برای همه مردم دنیا من فکر میکنم داره. اول مه روزیه که باید باز یادآوری کنیم، تاکید کنیم به ضرورت و مبرمیت تغییر بنیادی این دنیا. من فکر نمی کنم که فقط کارگران این رو میخوان یا فقط این طبقه کارگر هست که خواهان تغییر بنیادی وضع موجوده. هر انسان آزادیخواهی، هر انسان منصفی، هر انسانی که برابری طلب باشه، هر انسانی که یک زندگی درخور شأن انسان قرن 21 بخواد، نمیتونه این دنیا را قبول کنه. و پیغام اول مه در واقع حرف کارگران دنیا برای مردم، برای همه ساکنین کره ارض اینه که این زندگی که برای اون فرام آوردن میشه خیلی بهتر از این زندگی کرد. این در خور شأن ما نیست. باید بلند شد، مبارزه کرد و این وضع رو عوض کرد. همین یک هفته بوده، یک هفته دو هفته قبل بود که رئیس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی اعلام کردن به دنیا که یک خطری 33 کشور دنیا رو حداقل تهدید میکنه، خطر شورش گرسنگان. مثلا هیچ که به خود زحمت نداد توضیح بده چرا ما باید در قرن 21 زندگی برای مردم فراهم کنیم که حتی نتونن شکمشون رو سیر کنن. مسئول وضعیت کیه؟ کیو باید دید؟ چیو باید عوض کرد؟ و اون هشدار دهندگان وارد اینا نمیشن، چون خود جانی ها هستن که این هشدار رو میدن. خود بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پوله که مسئول مستقیم وضعیتیه که امروز در دنیا به وجود آوردن. آماری که خودشون دادن این هست، گفتن که بیش از 100 هزار نفر از گرسنگی خواهند مرد و صدها هزار کودک دچار سوء تغذیه خواهند شد. اعلام کردن که بیش از 1 میلیارد نفر در دنیا با درآمدی کمتر از روزی 1 دلار زندگی میکنه. و بعد میگن که گرسنگی میاد، قحطی میاد، دلیلش هم این است که تولید کشاورزی بالا رفته، پایین اومده و زمین‌های زیر کشت مواد غذایی رو بردن برای کشت مواد انرژیزا. دلیلش رو میگن این هست که مردم در کشورهای پرجمعیتی مثل چین و هندوستان طبقه متوسط رشد کرده، بیشتر غذا میخوره، بنابراین قحطی شده. اگر آمار خودشون رو گوش کنید متوجه میشید اینا دروغ بیشرمانهی بیش نیست. با روزی 1 دلار، ببینید 1 میلیون آدم درآمدشون کمتر از روزی 1 دلاره. این 1 میلیون یک خانواده 3 نفری هم در نظر بگیرید میشه نیمی از اهالی کره است. نیمی از اهالی کره زمین با زیر 1 دلار زندگی میکنن. این زندگی نیست، این مرگ تدریجیه. با روزی 1 دلار دارن میمیرن و همینا هستن که شورششون تهدید میکنه بزرگان بانک جهانی و دولت‌های بورژوای جهان رو. دلیل کمبود نیست، دلیل قحطی نیست. دلیلی نیست که در هندوستان و چین مردم زیاد غذا میخورن. نصفی از این
بخش اعظم این روزی یک دلاری ها در چین زندگی میکنن، کارگران چینی و کارگران هندی هن. دلیل فقره. خب 40 نفر رو مأمور کردن دانشمند رو برن بررسی کنن و ببینن که چه فکری باید کرد در مقابل این خطر گرسنگی، و اونها برگشتن و اعلام کردن که غذا هست در قفسه ها، در انبارها، در خاربار فروشی ها، پول تو دست مردم نیست، غذا هست، ولی اونی که بهش احتیاج داره دستش بهش نمیرسه. چرا؟ چون سودآور نیست. همونطور که قبل از این بحران اخیرشون سال بعد از سال تنها مواد غذایی تو اقیانوس میریختن برای اینکه قیمت ها پایین نیاد، همون دنیاست، همون وضعیته. ببینید کشتار، اینکه سرمایه داری به قیمت جون آدمیزاد داره سودآوری میکنه، خب مسئله جدیدی نیست. از وقتی سرمایه داری دنیا رو گرفته همین وضع بوده. بحران بعد از بحران، دو تا جنگ جهانی را انداختن برای اینکه بتونن بحرانشون رو حل کنن، برای اینکه بتونن خون مردم رو در شیشه کنن، و بانک جهانی و صندوق ملل پولم امروز به وجود نیومدن، 50 سال پیش ایجاد کردن. ولی امروز یک کشتار فوق‌العاده رو شاهدیم. امروز یک فاجعه‌ای بیشتر از اون فاجعه هر روزه‌ای که ظاهراً دنیا بهش خو کرده و بهش عادت کردیم باش روبرو هستیم. گرانی همیشه بوده. همه ما از وقتی چشم به دنیا گشودیم تا امروز شاهدیم بودیم که هر سال قیمت‌ها گرون‌تر شده و درآمدها به اون نسبت بالا نرفته. یعنی کل مردم کره از فقیرتر شدن. هم این آمار امروز نیست، آماری که روزی بیش از 30,000 کودک از گرسنگی و از بیماری های قابل علاج در دنیا میمیرند. آمار رسمی سازمان ملل و نهادهای وابسته سازمان ملل آمارشونه که در پیشرفته ترین و پولدارترین به اصطلاح کشور دنیا یعنی ایالات متحده 20% کودکان در شرایط فقر زندگی میکنن. تازه این در پیشرفته ترین کشور صنعتی جهانه. اینا آمارهایی که من و شما بهش عادت کردیم، هر روز میگن و میگیم خب دیگه سرمایه داری اینجوریه دیگه، بشر همینه، وضعیت همینه، کاریش نمیشه کرد. این رو تو اصفهان فرو کردن. ولی امروز از یک جنایت فوق‌العاده ای صحبت میکنیم. امروز از این صحبت میکنیم که در بیش از 30 کشور جهان خودشون میگن گرسنگان دیگه نمیتونن تحمل کنن و بلند میشن و همه چیزو به هم میریزن. و هفته ادامه تایم مینیسه اگر این گرسنگان رهبر داشته باشن دولت رو میندازن. هشدار، روزی 30,000 کودک میبینن، کسی به کسی هشدار نمیده. 1,000,000,000 نفر زیر $1 در روز دارن میمیرن به تدریج، که بهش میگن زندگی مرگ تدریجیشون، رو کسی به کسی هشدار نمیده. 20% کودکان در آمریکا در شرایط فقر زندگی میکنن، کسی به کسی هشدار نمیده. تمام خاورمیانه رو با آتیش میکشن، جنگ تروریستی از دو طرف را میندازن، کسی به کسی هشدار نمیده. ولی قرار شورش بشه، سرمایه‌دارای محترم دنیا کراوات میزنن، کیفای چرمیشون رو دست میگیرن، میرن تو ژنو، میرن تو نیویورک دوره هم میشینن، میرن تو لندن دوره هم میشینن. چه کار باید بکنیم؟ بانک غذایی را میندازن، مؤسسات خیریه را میندازن. آقای بوش امضا میکنه که انقدر میلیون دلار رو میدیم برای گرسنگان فلان جا، و نخست وزیر انگلیس میگه فلان میکنیم به ما میکنیم. هشداری که اینا میدن در واقع هشدار در مقابل خطر سوسیالیسمه، هشدار در مقابل اینه که دیگه مردم این وضعیت رو نمیخوان بپذیرن. و اگر این مردم رهبر داشته باشن، خب قدرت رو از دست این لاشخورایی که همه جای دنیا رو دست گرفتن در میارن. چرا دنیا به اینجا رسیده؟ این وضعیتیه که ما به خصوص بعد از فروپاشی شوروی شاهدش هستیم. این بحران، بحران سرمایه‌داری خالص بازار رقابت آزاده. این دست نامرئی بازاره که گلوی مردم رو داره فشار میده، و این دست نامرئی بازار رو هر نوع محدودیتی از مقابلش برداشتن. ببینید دوره‌ای بود در تاریخ دنیا بعد از انقلاب اکتبر
و بعد از قدرتگیری چپ و بعد از چلنج شدن و به مصاف طلبیده شدن سرمایه‌داری جهانی از طرف طبقه کارگر سوسیالیست و بعد از انقلاب‌هایی که در چین داشتیم، در ویتنام داشتیم، در کوبا داشتیم، در گوشه کنار دنیا داشتیم، بالاخره با هر محتوا و مضمون داشت با پرچم چپ و با پرچم سوسیالیسم بود. اینها باعث شد که در خود غرب، در خود کشورهای سنتی و در رأس بورژوازی دنیا ناگزیر بشن رفرم‌هایی رو تحمل کنن. طبقه کارگر در غرب دستاورد داشت در طی چندین دهه از بعد از انقلاب اکتبر تا دهه 70-80 قرن گذشته. اگر شما سوسیال دموکراسی داشتید در اسکاندیناوی، اگر در همین کانادا بهداشت مجانی بود، بهداشت رایگان بود، بیمه بازنشستگی بود، حق بیکاری بود، پایین آوردن سن بازنشستگی بود، کم کاهش ساعت کار بود، اینها به خاطر اون انقلاب عظیم و اون سوسیالیسم بود که پرچمش در دنیا بلند شده بود و همه سرمایه‌داری رو تحت خطر قرار داد. شوروی که ورشکست شد خودش یک مدل سرمایه‌داری دولتی بود، ولی این مهم نیست. مهم اینه که تحت پرچم، تحت نام برابر طلبی و آزادی خواهی سوسیالیستی بلوک شوروی وجود اومد. وقتی دیوار برلین ریخت، وقتی از اون پرچم قرمز رد شدن، وقتی که مجسمه لنین رو به خاک کشیدن، تمام برابری طلبی و آزادی خواهی که چندین دهه در دنیا پرچمش برافراشته شده بود، اون رو هم به خاک کشیدن و گفتن دوران پایان آرمان‌گرایی، دوران پایان برابری خواهی و آزادی خواهی. آزادی اون چیزیه که ما میگیم، یعنی آزادی سرمایه در بازار، و شما سرمایه رو اجازه بدید کارشو بکنه، همه چیز گلستان میشه. و شروع کردن در غرب دستاوردهای طبقه کارگر رو پس گرفتن، خدمات اجتماعی رو زدن، بیمه ها رو زدن، تریبیونیون ها و اتحادی ها رو در هم ریختن، گفتن دولت مسئول نیست، دولت در قبال جامعه مسئول نیست، اجازه بدید سرمایه کارش رو بکنه. مالیات رو، بخشودگی مالیاتی رو آوردن برای مالتی میلیونرها، و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول یک نسخه واحدی نوشتن برای همه دنیا. اگر میخواید در بازار جهانی کار کنید کشورها، اگر بورژوازی در هر منطقه میخواد در دنیا سری تو سرا داشته باشه، سودآور باشه، کار کنه، باید طبق این نسخه ما پیش بره. و این نسخه رو خودشون بهش گفتن ریاضت کشی اقتصادی. یعنی هیچ نوع محدودیتی روی سودآوری سرمایه نباید باشه. تعرفه‌های گمرکی رو باید بلند برداریم. گلوبالیزاسیونه، سرمایه هر جا خواست میره. بانک جهانی به شما وام میده به شرطی که شما اتحادیه‌های کارگری رو در هم کوبیده باشید، به شرطی که شما حداقل دستمزد و هیچ چیزش نذارید، بگذارید بازار دستمزد رو تعیین کنه، به شرطی که شما خدمات دولتی رو بزنید، به شرطی که دولت اعلام کنه مسئول در قبال جامعه نیست و اجازه بده سرمایه کارشو کنه. این نسخه جهانی سرمایه‌داری امروز بود. بحرانی که امروز می‌بینید و این خطر شورش و گرسنگانی که برق از چشم آقایون سرمایه‌دار در تمام دنیا انداخت پرونده، این شورش علیه این اقتصاد بازار آزاده، این محصول مستقیم سرمایه‌داری لجام گسیخته است. این بحران رو در دهه 30 داشتن. کینز اومد، کینزیانیسم اومد، اقتصاددانی اومد که گفت نمیشه، باید جامعه رو نگه داد، بورژوازی مسئوله، اگر این کار نکنیم دو تا جنگ جهانی داشتیم، جنگ سوم دنیا رو میبله. و از ترس همون یورش گرسنگان اومدن دولت رفاه درست کردن، اقتصاد رو کینزی کردن، گفتن دولت باید کنترل کنه، نمیشه این سگ هار سرمایه رو بندازی به جون مردم، مردم میخورنمون. کینز این بود مکتبش. شوروی که فرو ریخت، کینزیانیسم فرو ریخت، نه تنها برگشتن به آدام اسمیت، برگشتن به آقای فریدمن. فریدمنیزمی اومد که از این دفاع میکرد که دولت هیچ نوع دخالتی نباید بکنه. این هم یک دروغ بزرگه. میگن دولت نباید هیچ نوع دخالتی بکنه، منظورشون این است که دولت سرمایه‌دار فقط باید به نفع طبقه خودش کار کنه، در قبال مردم مسئول نیست. خرج جنگ عراق و
نمیدونم هفته چند میلیارده، این رو سرمایه داره آمریکا که نمیدن، مالیات پرداخت کنندگان کانادا آمریکا میدن، از جیب مردم خرج جنگ میکنن. وقتی که مثل مغول جامعه رو به هم ریختن، سرمایه داره آمریکایی از پشت میریزن برای زیرسازی، برای بازسازی، و سودهای مالتی میلیاردی میبرن. خرج اون رو کی داره؟ تکسپیر، مالیاده آمریکایی، منابع نفت عراقی، کارگر عراقی. سودش رو کی میبره؟ 1% جمعیت آمریکا، آمار خودشون است. 0.1% جمعیت آمریکا، ثروتش بیشتر از 50% هرم پایینی ثروت تو آمریکاست. 0.1% تو جامعه آمریکا. از کجا اومده؟ با عدم دخالت دولت، دروغه. با دخالت دولت به نفع طبقه خودش. اینو مارگارت تاچر 30 سال پیش وقتی در انگلیس اومد به کار فریاد زد، گفت من کسانی رو میخوام که تو خیابون حرکت کنن، مارش کنن و بگن زنده باد سود، زنده باد سرمایه، من مسئولم در قبال طبقه سرمایه دارم. آقای بوش اعلام میکنه من مسئولم در مقابل ثروتمندان. بنابراین بحث بر سر این نیست، برخلاف اون چیزی که ارتجایون نئولیبرال ها، نئوکانسرویتیس ها میخوان تو گوش مردم فرو کنن، که ما طرفدار عدم دخالت دولت در جامعه هستیم. منظورشون اینه که ما میخوایم دستاوردهای طبقه کارگر رو که در بعد از جنگ دوم تا حالا گرفتن رو پس بگیریم. دولت خلع مسئولیت میکنه از خودش در مقابل طبقه کارگر و در مقابل توده اهالی، و مسئولیتاش بسیار بیشتر میشه در مقابل همون 0.1% جمعیت در آمریکا، یعنی اون کله هرم ثروت در جامعه آمریکا و در جامعه انگلیس و در همه غرب. بانک جهانی و صندوق بین‌الملل پول در رو خود کینز، زمان کینز به وجود آورد، اقتصاد کینزی به وجود آورد که جلوی شروعش رو بگیره. الان این بنیادها در دست نوکنسرواتیست ها تبدیل شده به بنگاه های سوداوری، برای اینکه تو جهان سوم حمله کنن، بزنن، بکوبن. سران ایلات و عشایر و مذاهب و ارتجایان و قرون وسطایی مثل ایران بیارن به حکومت بشونن، برای اینکه ببرن و بزنن و ببرن، و در خود غرب برای اینکه دستاوردهای جامعه مدنی رو دونه دونه پس بگیرن، هرچی طبقه کارگر به دست آورده رو دونه دونه پس بگیرن و اینجا هم در واقع بزنن زیر مدنیه. این کاریه که سرمایه‌داری امروز میکنه. جواب این سرمایه‌داری دیگه سوسیال دموکراسی 30 سال پیش نیست، اون ممر رو لولو برد. شانس داشتید، نتونستید کاری بکنید. آقایون چپ بورژوا، اگر چپی در بورژوازی دارید، بخواهید که طبقه کارگر سوسیالیست پنجه گذاشته زیر گردنتون، چپ واسه‌تون درست کرده. شوروی رو زدی، چپ موجود، سوسیالیسم موجود گفتید ورشکست شده، و سوسیال دموکراسی اروپا از اسکاندیناوی تو دهه 90 سال 2000 از مارگارت تاچر جلو زد از نظر ارتجایی‌گری، همه چیزو زدن زیرش، تمام خدمات. سرعتی که در سوئد و اسکاندیناوی خدمات اجتماعی رو پس گرفتن، شتابش بسیار بیشتر از اون چیزیه که مارگارت تاچر تو دوره حکومتش تو خود انگلیس کرد، اون دوره برون بروش. این وضعیت واسه دنیا به وجود آوردن. چپ بورژوازی اگر هم هست، خیرها، انسان دوستان محصول جنبش ما. اگر جنبش ما قوی باشه، اگر سوسیالیسم تو دنیا قد برافرازه و اگر نقد ریشه‌ای وضع موجود پرچمش بلند شه، اون وقت یک کنز دیگه هم لابد ظهور میکنه، کنز دوم خواهید داشت. اون موقع سوسیال دموکراسی هم سرشو از سوراخ بیرون میاره. اون موقع دوباره معلوم میشه که نه آقا جان، دولت مسئول در مقابل مردم، در مقابل جامعه. اگر نه بره گورشو کم کنه، طبقه کارگر میاد حکومت میکنه، و احزابی باید باشن، نیروهایی باید باشن که این آمادگی طبقه کارگر برای گرفتن قدرت رو نمایندگی کنن در همون بیش از 30 کشوری که میگن میخواد شورش بشه. من راجع به اون 29 بقیه نمیدونم، ولی راجع به یه دونه از اون کشورها میدونم. تو کشور ایران اون نیرو هست، اون حزب هست، اون جنبش هست. جامعه ایران تنها جامعه است که اولا شورشش با گرانی امروز شروع نشده. 30 سال تو اون کشور شورش گرسنگان داری و اگه میخوایی بگید
و این شورش کور نیست، عصیان نیست، یک حرکت آگاهانه و رادیکاله، انقدر چپ و رادیکاله که داره شعار میده سوسیالیسم یا بربریت. تو تاریخ معاصر یا شاید تو تاریخ بعد از انقلاب اکتبر کشوری شما نتونید سراغ بگیرید که در اعتصابات دانشجویی، در تظاهرات خیابونی مردم بگن سوسیالیسم به پاخیز برای رفع تبعیض و مردم بگن سوسیالیسم یا بربریت و بگن یک کره زمین یک انسان. تو چه شرایطی؟ تو شرایطی که هر مبارزه تو هر کشوری دیگه رو بردن زیر پرچم قومی، ملی، مذهبی، تاریخ پرگوهر هر کشوری. چکسلواکی رو کردن چکاوسلواکی، یوگسلاوی رو کردن 72 کشور. هر قرقیز و گرجی و هر کسی بلند شد به تاریخ نیاکانش افتخار کرد، با زبون مادریش سعی کرد صحبت کنه و فکر کرد خوشبختی یعنی بازار و دموکراسی، بازار آزاد. درو باز کردن به روی همین بانک جهانی و صندوق بدائل پول تو شوروی، تو روسیه. برید ببینید مسکو چه خبره. مافیای اونجا به وجود اومده که تمام تاریخ جنایت آمریکا بعد ازش آموزش ببینه. بانک جهانی درست کرده این مافیا رو تو روسیه. یک اقلیتی از مردم تمام منابع طبیعی و منابع نیروی کار روسیه رو به یغما بردن و وضعیتی الان به وجود آوردن که دارن از ترس شورش به همدیگه هشدار میدن. چپ در دنیا این آتش سوسیالیسم باید بسوزه تا گرماش تو اون جایی هم که حتی انقلابی خبری نیست برسه و اجازه نده بورژوازی اینطوری مثل قوم مغول، مثل بربرها بیفته به جونه جامعه جهانی. اینها این کارو کردن و جامعه‌ای که به نظر من راه نشون میده، جامعه‌ای که میگه چه کار باید کرد و راه خلاصی چیه، جامعه‌ای است که بهش میگن ایران. چون اونجا تنها جامعه ایست که در اعتراضاتشون سرود انترناسیونال میخونن، در سر گور شهدا جمع میشن، زندانیانی که قتل عام شدن، گورهایی که سنگ نداره، اسمش معلوم نیست، فقط میدونید اینجا گورهای انسانهای آزادی خواه، برابری طلبه، در تحت حکومت همون دولت و همون رژیمی که اون قتل عام رو کرده جمع میشن و سرود انترناسیونال میخونن. به نظر من چپ در ایران، جامعه معترض ایران، جنبش کارگری در ایران و جنبش مردمی که آزادی و برابری میخوان، کارگر جهانی داره نمایندگی میکنه و پیغامش برای دنیا این هست که به قول منصور اکبر، دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم و بدون خطر سوسیالیسم منجلابی میشود نخواهد بود و این منجلابو دارید میبینید. این منجلاب هست ولی مبارزه علیهش هست، امید هست، فراخوان سوسیالیسم، امید سوسیالیسم، خطر سوسیالیسم در ایران داره نمایندگی میشه و من فراخوانم به همه کارگران دنیا، به همه نیروهای آزادی‌خواه و برابری طلب دنیا. این هست که اول ماه مهر رو نقطه شروعی بدونن برای همه‌گیر کردن، جهانی کردن پیام و امید و خطر و فراخوان سوسیالیسم. حزب ما در ایران با تمام قدرتش، با تمام امکاناتش مشغول این کاره و ما تمام هممون و تمام امکاناتمون رو به کار میبریم که شاخه‌های جهانی انقلاب ایران رو به وجود بیاریم، که دنیا رو متوجه انقلابی بکنیم که در چهارراه مبارزه طبقاتی جهان، اون گوشه‌ای که امروز بهش میگن ایران، فقط یک جغرافیای سیاسی نیست، اهمیتش فقط نیست که تو خاورمیانه است یا خیلی نفت داره، اهمیتش این است که مبارزه طبقاتی جهانی هیچ جایی مثل جامعه ایران چنین سیاه و سفید، برجسته، روشن خودشو نشون نمیده. از یک طرف جمهوری اسلامی داریم که جرثومه عقب ماندگی نظم نوین جهانیه، الگوی مدل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای جهان سومی توسعه نیافته، یعنی یک دموکراسی به قول خودشون که مجموعه‌ای از نیروهای مذهبی، قومی، ارتجایی.
از اون طرف دولت جمهوری اسلامی منعکس کننده مدل سیاسی که بورژوازی جهانی برای کشورهای مثل ایران داره، و از اون طرف طبقه کارگری دارید و مردم به سطوح اومده‌ای دارید از این شرایط که با صعود انترناسیونال دارن اعتراضشون رو اعلام میکنن. من فکر میکنم حرف منصور حکمت و جامعه ایران و طبقه کارگر ایران با صدای بلند داره اعلام میکنن. دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم و بدون خطر سوسیالیسم منجلابی بیشتر نخواهد بود. ما آسینا رو بالا زدیم و فرا میخونیم همه کارگران دنیا و همه مردم دنیا رو که در مبارزه با این منجلاب در کنار هم باشیم زیر پرچم سوسیالیسم. زنده باد سوسیالیسم.